بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله المعصومین، سیما بقیت الله فی الارضین. یکی از سوره هایی که بسیار سفارش شده در نماز قرائت بشه بعد از سوره حمد، سوره قدر هست. این سوره آثار و برکات بسیاری داره که در بحث ثواب قرائت این سوره به تفصیل عرض شد. به تفسیر آیه به آیه این سوره پرداختیم و به آیه شریفه تنزل الملائکه و الروح فیها به اذن ربهم من کل امر رسیدیم. بیان کردیم که شب قدر شب نزول فرشتگان و فرشته رو بر فضای زمین هست، شبیه است که خداوند به فرشتگان اجازه میده که مجموعه فرشتگان آسمانی در هر رده ای از مراتب مقامهای عالی باشند به فضای زمین نزول اجلال پیدا کنند. بزرگ فرشتگانی مثل فرشته روح هم که در عرش دارای جایگاه بسیار ویژه است و دارای مقام فوق العاده است، این فرشته هم به سمت زمین در شب قدر نزول پیدا میکنند که امور از زندگی مردم که این امور سرنوشت ساز هستند تبیین کنند و آثار و برکاتی داشته باشند. حالا چرا این فرشتگان به سمت زمین میان؟ در جلسه قبل نکاتی عرض شد که برای ایجاد فضای معنوی، برای استغفار، برای صیانت از جامعه اسلامی و فرد مسلمان و فرد مؤمن و دعا در حق مؤمنین این کار را انجام میده. در آیه هست تنزل الملائکه و الروح فیها به اذن ربهم، یعنی این نزول و فرود آمدن فرشتگان با اجازه پروردگارشون هست. فرشتگان یکی از ویژگی های اونها این هست که بدون اذن خداوند هیچ کاری انجام نمیده، مطیع فرمان خدا هستند، هم تسبیح خدا میکنن، هم تحمید خدا میکنن، هم در هر امری از امور به اذن خدا عمل میکنن. خب اینها که نزول پیدا میکنن به اذن پروردگارشون، من کل امر هست. من کل ام یعنی از در همه زمینه های زندگی بشری نزول میکنن به اذن پروردگار این فرشتگان من کل امر. در تفسیر من کل امر بیان شده که زندگی بشر، زندگی انسان ها
لایه‌های مختلف، امور مختلف و شیوه ها و کارهای مختلفی است. حیات متولد شدن فرزند، ممات از دست رفتن انسان ها، رزق و روزی است، ازدواج هست، مشکلات هست، همه اموری که زندگی بشر هست، من کل امر. این فرشتگان به اذن پروردگارشون میان و در تمامی این زمینه ها که خداوند میخواد تقدیر کنه، این فرشتگان دخالت دارند. در آیه شریفه سوم و چهارم و پنجم سوره دخان ملاحظه بفرمایید: انا انزلناه فی لیلت المبارکه، میگه ما قرآن رو در شبی بسیار مبارک فرو فرستادیم، نازل کردیم. انا کنا منذرین، ما همواره به انسانها هشدار میدیم که قدرشناس باشند و مرتکب گناه نکنند، مرتکب گناه نشوند. فیها یفرق کل امر حکیم، در شب قدر تمامی کارهایی که بسته شده، یعنی تصویب شده، محکم شده و سربسته هست، در شب قدر ما اون را تفصیل میدیم، متمایز میکنیم. امرن من اندنا، این فرمانیست از نوع خدا. خب نکته مهمی که اینجا هست این هست که یفرق کل امر حکیم که در شب قدر هست و این آیه سوره قدر هم میفرماد تنزل الملائکه و روح فیها باذن ربهم من کل امر، این چه تقدیراتی است؟ چگونه هست؟ زندگی انسان اگر فرض کنیم 80 سال هست، 90 سال هست، خداوند میداند این انسان در این 80 سال که به اختیارش گذاشته شده در نهایت چی میشه، چه میشود، انسان چگونه زندگیشو با چه مرتبی از مراتب خوب و بد ختم میکنه. لذا مقدرات اون مشخص هست، خداوند به او توان داده، به او انرژی داده، نظام آفرینش در اختیارش بوده، رزق و روزی بهش داده. اما در مسائل دینی، با اینکه دین در اختیارش گذاشته، به او اختیار هم داده که ای انسان، انا هدینا السبیل اما شاکرن و اما کفورا. حالا این انسان به اختیار خودش یا راه بد انتخاب میکنه یا راه خوب. در کلان موضوع خدا میدونه این انسان کارش به کجا ختم میشه. این سربسته میگن 80 سال، این شخص روند آغاز حیاتش و مسیر رشدش و مسیر حرکت وجودیش تا انتهای 80 سال این خواهد شد، عاقبت به خیر میشه یا عاقبت به شر میشه. این به طور اجمالی به شکل سربسته محکم، یعنی سربسته که موگم شده، لاکمور شده، این انسان سرگذشتش اینه که خودش هم رقم میزن در امور دینی. خب در
ماه مبارک رمضان در شب قدر یفرق، یعنی این 80 سالی که این شخص به این عاقبت میرسه سال 49ش این گونه خواهد بود. یفرق تو سال 49 دیگه تفصیل میدین، ازدواج میکنه، سر و کار میره، رزق و روزش این طور میشه، این گرفتاری پیدا میکنه، اینها باز میشه. یعنی در بسته ای که برای 80 سال اون قرار داده شده که این شخص چقدر روزی در نظام آفرینش گیرش میاد، چقدر در مسائل دینی و اخلاقی و امور انسانی چه کار خواهد کرد و به چه سرانجامی خواهد رسید، در شب قدر سال 49ش رو چه کار میکنن؟ مثلا میان ریز به ریز این سال براش تبیین میکنن که این شخص این کار خواهد کرد، این شخص با این ظرفیتی که برای خودش درست کرده ما تقدیر میکنیم، تصویب میکنیم که این شخص در این سال این کار خواهد کرد. لذا در سوره دخان میفرماد یفرق کل امر حکیم. امر حکیم یعنی امری که سربسته است و محکم هست و لاکمر شده که این شخص در کلان زندگیش چگونه خواهد بود. شب قدر میگن حالا سال 49ش هست، سال 49 چه کار خواهد کرد و چه نقشی در کل زندگیش داره. لذا یفرقو در آیه شریفه میفهمون تنزل الملائکه و الروح، فرشتگان، فرشته روح تنزل پیدا میکنن به اذن ربه، من کل ام، تمام امور زندگیشون از این شب قدر تا شب قدر دیگه این فرشتگان میان و اون تقدیرات الهی را چکار میکنن؟ برای این فرد رقم میزنن. حالا این فرشتگان خیلی کمک میکنن، دعا میکنن، ذکر میگن، استغفار میکنن، کمک مؤمنان میکنن که به خاطر اون سابقه گذشته ای که دارن خداوند به اینها یک توجه ویژه ای بکنه. اگر سال مثلا 49 اونها به شر شروع میشه، به گرفتاری شروع میشه، به ناراحتی شروع میشه، خداوند به قدرتش، به عظمتش، حالا که میخواد سال 49 نهم از 80 سالش رو اون سال 49 مطابق اون رقم بزنه، خداوند یه عنایتی به این بکنه، خیر به این بده، حتی این سالش چنان باشه که در کلان زندگیش اون کل 80 سالش یک تحول پیدا بشه و اگر انسان بدیست انسان خوبی بشه. اگر زندگیش میخواد به سراشیبی و ناراحتی بیفته، نه، انشاءالله به خیر و به خوشی و آسایش و گشایش رقم بخوره. کمک میکنن انسان توبه کنه، دعا کنه، ذکر بگه که این مسائل خداوند به مشیت خودش تغییر بده. سلامون هی حتی مطلع الفجر، اون شب شب سلامت هست تا سحر. به همین خاطر که شب قدر هست فرشتگان هم آمدن کمک کنن به جامعه ایمانی، به انسان یک گذشته ای داره و یک آینده پیش رو. شب قدر هم شبیست که خداوند میخواد تقدیر کنه برای یک سال انسان که چگونه انسان زندگیش به سرانجام برسانه از این شب قدر تا شب قدر آینده، فرشتگان میان کمک میکنن. و این شب شبی است که این فرد در کلان زندگی خودش که مشخص هست به چه سرانجامی میرسه، خداوند میگه این شب یا این از این شب تا شب قدر آینده یعنی سال جدید این فرد این کار را خواهد کرد. ظرفیت این شخص این قدره، لذا تقدیرش هم همونه. اما تو این شب خداوند اگر بخواد
تحولی بره این شخص ایجاد کنه که اصلا پروندهشو تغییر بده، خدا تواناست. فرشتگان هم میان کمک میکنن که اگر این شخص بده، پرونده بدی داره، عاقبت بدی داره، این شخص با اعمال خوب کمک میکنن بهش که دعا کنه، توبه بکنه، اعمال خیر اون شب انجام بده و زمینه برای محبت خدا و تجدید نظر خدا براش فراهم بشه. مثل حالت بدا. و اگر خوبه شرایط بهتر پیدا بکنه. لذا شب قدر یک شب فوق العاده مهم و سرنوشت ساز برای انسان هست و فرشتگان در اون شب فوق العاده نقش دارن، فوق العاده نقش دارن. و توصیه میشه که دعا سوم صحیفه سجادیه که درود و سلام و از خداوند رحمت برای فرشتگان هست خوانده بشه. تو فرشتگان خیلی اون شب به انسان کمک میکنن و دعا بشه خداوند هم در کلان زندگی انسان و عاقبت انسان و هم تقدیرات سال پیش رو خداوند تقدیرات خیر برای انسان مقدر کنه. و اگر شرایط بدی داری هم در سال آینده و هم در کلان زندگی، خداوند به خاطر این امورات خیر پرونده انسان را، سرنوشت انسان را متحول کنه و به سمت خیر و برکت و تعالی ببره. و اگر خوب هست سر انجام، اونو به شکل بهتری انجام. پس بنابراین این سوره قدر سوره هم هدایت هست برای انسان که شب قدر پاس بدارید، دارای این ویژگی ها هست، و هم شب حمایت هست، حمایت خداوند و جنود خداوند، فرشتگان، که انسان بتواند از این شب استفاده کنه بکنه که فرشتگان و سرنوشت خودش را متحول کند. خداوند به همه ما توفیق دهد که در این مسیر مورد لطف و عنایت خدا قرار بگیریم و سرنوشت ما سرنوشتی پر از خیر و برکت باشد و انشاءالله مشمول دعا خیر آقا امام زمان باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله.